السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خوش آمدین بر ویدیوی دیگر ما. امروز موضوع ما در باره است که چطور خود را برای جستجوی دانش اسلامی انگیزه دادن. اینترنت سهم خود را در احیای بورس تحصیلی اسلامی دارد که امروز شاهد آن هستیم. میلیون ها جوان در سراسر جهان از دسترسی آسان به دانش اصیل اسلامی استفاده می کنند، از طریق مقالات و بلاگ ها، کتاب ها، سخنرانی ها، دوره های کوتاه مدت و حتی مدارک تحصیلی در مطالعات اسلامی. این نعمت است که در طول تاریخ بشر هرگز به هیچ ملت مسلمان عطا نشده است. منابع قرآن و حدیث با استنادات و درجه اعتبار در دسترس شما هست. تصور کنید که امام بخاری از گرفتن دست بعضی از اینها چقدر هیجان زده می شد. اما همان طوری که می دانید، با برکت بزرگ مسئولیت بزرگ به وجود می آید. نسل امام بخاری می توانستند این فن آوری را در دست بگیرند و مانند جعبه گنجی پر از گرانترین الماس در جهان از آن استقبال کنند. اما ما چطور؟ چقدر زمان برای پیگیری دانش اسلامی میگذاریم؟ حتی فقط تلاوت و فهم قرآن. بعضی اوقات انگیزه یادگیری اسلامی را احساس می کنیم و از طریق اینترنت جستجو می کنیم تا کنجکاوی خود را برآورده کنیم. اما پس از آن نمی توانیم انگیزه ای را به اندازه کافی حفظ کنیم تا پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. برای یادگیری خود به اراده زیاد نیاز داریم و برای تقویت این اراده باید انگیزه های خوبی برای ادامه کار خود فراهم کنیم. چرا باید به دنبال دانش اسلامی باشیم؟ چی چیزی از آن خواهیم گرفت؟ چی فایده برای ما در دنیا و آخرت خواهد داشت؟ اجازه دهید برخی از موارد را که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره به ما فرموده بررسی کنم. اول، برکت جستجوی دانش. و در میان مردم و موجودات متحرک و حیوانات و رنگ‌های مختلف به طور مشابه است. فقط کسانی هستند که از الله، از بین بندگانش میترسند که دانش دارند. در واقعیت خداوند قادر و بخشنده است. این یکی از آیات قرآن بود ترجمه ایش. از امام صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کی مسیر را طی کند که بتواند از آن طریق دانش کسب کند، الله راه بهشت را برای او آسان میکند. ای در کتاب ترمیزی حدیث نمبر 2643 ذکر است. کسی که در جستجوی دانش راه را طی می کند، خداوند راه بهش را برای او آسان می کند. فرشتگان از آنچی که او راضی هست بالهای خود را بر روی دانشجو می اندازند. ساکنان آسمان ها و زمین ها و حتی ماهیان در احماق اقیانوس ها برای او طلب آمرزش می کنند. برتری انسان فرهیخته در برابر عابد پرستشگر مانند ماه کامل نسبت به بقیه ستارگان است، یعنی در روشنایی. دانشمندان میراث پیامبران هستند که نه دینار و نه درهم وصیت میکنند، بلکه فقط دانش را وصیت میکنند و کسی که آن را به دست آورد در واقع بخش زیادی را به دست آورده است. این در ابو داود، ترمذی و ریاد از صالحین کتاب 13 حدیث 13 ذکر شده است. بخش دوم، حزب دانش علامت آخرین ساعت است. از بین بردن دانش دینی یکی از نشانه های آمدن علامت ساعت آخر است. این امت تا زمانی که برخی از مردم ها آن را دانش را بپذیرند در مسیر درست باقی خواهند ماند. صلی الله علیه و سلم می فرماید نزدیک به برپایی ساعت روزهای خواهد بود که در آن دانش دینی گرفته می شود از بین می رود و جهل عمومی گسترش می یابد و الحرج به فراوانی خواهد بود و الحرج به معنای قتل. و این
در کتاب بخاری حدیث نمبر 7064 ذکر شده است. وی همچنین گفت: بر راستی خداوند دانش را از مردم نمیگیرد، بلکه با بردن دانشمندان دانش را میگیرد، به طوری که وقت هیچ دانشمند را ترک نکند، مردم به عنوان رهبران خود به نادان رو می آورند. سپس از آنها خواسته می شود که احکام شرعی را تحویل دهند و آنها را بدون دانش تحویل می دهند. آنها گمراه می شوند و دیگران را هم نیز گمراه می کنند. این در کتاب مسلم حدیث نمبر 2673 ذکر است. و به یاد داشته باشید که جستجوی دانش یک عبادت است و برای هر جویای دانش نیت شما باید صادقانه در راه الله باشد. دعا میکنیم که الله جل جلاله از حکمت و معرفت خود بر ما دانایی عطا فرما و ما را بر راه درست راهنمایی کن. آمین یا رب العالمین. تا ویدیوی بعدی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.